محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شماری از خانواده قربانیان پرواز PS752 در چهارمین سالگرد این فاجعه گفته فقط متهم ردیف اول پرونده در بازداشت بود که آزاد شده است. بقیه متهمان آزاد هستند زیرا هنوز حکمشان قطعی نشده. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آنچه آقای علیزاده طباطبایی گفته نتیجه دست کم 20 جلسه محاکمه در ایران است. این وکیل دادگستری در گفتگو با دیدبان ایران یادآوری کرده که در پرونده هایی با ابعاد امنیتی دستگاه قضایی تابع دستگاه امنیتی است. همزمان خانواده اسدی لاری، پدر و مادر دو قربانی این پرواز نیز مطالبی را عنوان کرده اند که حاکی از فقدان عدالت در دادگاه های ایران است. در دیدگاه جزئیات حقوقی روند رسیدگی به پرونده پرواز هواپیمایی اوکراین را با محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری از کانادا بررسی می‌کنیم. آقای اولیای فرد، موضوع گفتگوی ما جنبه‌های حقوقی ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی. در مقدمه ازتون خواهش می‌کنم درباره شکایت‌هایی که از طرف دادخواهان تسلیم دادگاه شده برای شنوندگان ما توضیح بدید، بعد بریم سراغ روند پرونده و نقدهایی که به نفع دادرسی شده. بله، ببینید، بعد از اینکه در صبح روز 18 دی‌ماه 98 در واقع پرواز PS752 اوکراینی مورد اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه قرار گرفت و 176 نفر در رسانه کشته شدند، خب 100 شکایت در واقع ثبت شد. 100 نفر از خانواده ها شکایت کردن، پرونده به دادسرای نیروهای نظامی رفت، دادسرای در واقع نیروهای مسلح. در اونجا با توجه به شکایت که مطرح شده بود، در همون دادسرا مقامات عالی رتبه منع تعقیب خوردن. توجه بکنیم، منع تعقیب خوردن یعنی اسمشون برای دادگاه نرفت، در همون مرحله منع تعقیب خوردن و بعد از تقریبا 2 سال پرونده به دادگاه رفت. 2 جلسه داد، کلن 20 جلسه دادگاه تشکیل شد. 2 جلسه 1400 بود، سال 1400 بود. با توجه به اعتراضات مکرری که خانواده دادخواهان میکردن، در واقع 1400 2 جلسه بیشتر تشکیل نشد و ادامش موند برای 1401 و همینطور در نهایت در 1402 هم فروردین‌ماه حکم صادر شد. مجموعاً 10 نفر کیفرخواست براشون صادر شد که 1 نفر یعنی متهم ردیف اول فرمانده پدافند یعنی سامانه شلیک کننده بود که طبق رأی دادگاه به 13 سال حبس محکوم شد و پرداخت دیه. 9 نفر دیگه هم حبس بین 1 تا 3 سال گرفتن. با توجه به اینکه خب این رأی شوکه کننده بود، خانواده قربانیان اعتراض کردن و پرونده در حال حاضر در دیوان عالی کشوره. علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده، به نحوه رسیدگی و احکامی که تا الان صادر شده ایرادهایی رو مطرح کرده، همطور که شما هم الان بهش اشاره کردید. این ایرادها رو به زبان ساده برای ما شرح میدید آقای اولیای فرد؟ بله، این ایرادایی که آقای علیزاده مطرح کردن حول و حوش 2 تا موضوع میگرده. یکی بحث کارشناسی هستش. البته آقای علیزاده با توجه به موقعیتی که در ایران دارن نتونستن اون ایرادات اساسی رو مطرح کنن، ولی به طور ضمنی مطرح کردن وقتی کارشناس‌های پرونده در واقع کارشناس امنیتی باشند، در حالی که مقامات ارشد نظام مظنون پرونده هستن، طبیعتاً کارشناسان امنیتی نمیتونن اون کارشناسی عادلانه رو انجام بدن و اثرگذار هستن روی پرونده، جهتگیری میکنه پرونده و اینجا در واقع حقیقت روشن نمیشه. این صحبت هایی بود که آقای علیزاده کردن و ایرادشون هم درست است در پرونده های امنیتی. البته این پرونده امنیتی نیست، اما چون متهمینش مقامات ارشد بودن از جمله سردار حاجی زاده، سمت و سو امنیتی پیدا کرد پرونده و نظر کارشناسان امنیتی در واقع به نوعی بود که الان میبینیم خانواده های دادخواه راضی از این حکم نیستن. و ایراد دوم آقای علیزاده دادم که اصلا باعث تعجب منه که همچین اتفاقی افتاده، این هستش که خانواده دادخواه‌ها در واقع از سازمان هواپیمایی به دلیل نشر عکاسی شکایت کردن در همون روزهای اولیه، اما حالا حکم آمده که در واقع درسته که سازمان هواپیمایی نشر عکاسی کرده، درست حقیقت رو پنهان کرده، اما
او به مرور زمان برخورده، در حالی که شکایت همون موقع مطرح شده بوده. وقتی شکایت مطرح بشه دیگه بحث مرور زمان وجود نداره. بنابراین ایرادات حقوقی آقای علیزاده کاملا درست هست. آقای اولیای فرد، استدلال آقای علیزاده اینه که دستگاه قضا در پرونده های با ابعاد امنیتی تابع دستگاه امنیتیه و استقلالی نداره، به همین علته که پرونده هواپیما به نتیجه نرسیده. این اتفاق چطور میفته؟ دستگاه قضایی با حذف وکیل از تحقیقات مقدماتی یا همون بازجویی چه بخش هایی رو میتونه اساساً از دید عموم پنهان کنه؟ ببینید، من باید اینجا روشن بکنم، این پرونده ماهیتاً پرونده امنیتی نیست، بنابراین معنا پیدا نمی کنه که وکلای تعیینی از مرحله دادسرا حذف بشن. بنابراین پرونده‌ای که به این شکل مطرح شده، در واقع وکلای تعیینی میتونستن حضور پیدا بکنن، اما مشکلی که وجود داره وقتی که دادگاه در واقع کارشناسان امنیتی تعیین میکنه، اون کارشناسان امنیتی در واقع مسیر پرونده رو به سمت در واقع یعنی ملاحظات امنیتی دارن، و چون ملاحظات امنیتی دارن این هستش که پرونده به بنبست میخوره، یعنی در واقع ملاحظات امنیتی باعث میشه که اون حقیقت پنهان بمونه، اون مقامات ارشدی مثل سردار حاجی‌زاده و حتی کلیت نظام که ممکن است این برنامه از پیش طراحی شده باشه، این بخش پنهان میمونه، این بخش در واقع روش کار نمیشه. اینجوری برای شما میتونم بگم که پرونده سطحی رسیدگی میشه، یعنی 10 متهم معرفی میشن که اسمشون رو میشه بذاریم در واقع قربانیان این پرونده که مطرحن و مسئولین اصلی مطرح میشن. چرا؟ چون کارشناسان امنیتن و امنیتی هستن، ملاحظات امنیتی دارن. خانواده اسدی لاری که 2 فرزندشون رو در این فاجعه از دست دادن هم به جنبه حقوقی و احکام صادر شده پرداختند. آقای اولیای فرد، شما به عنوان یک وکیل در صحبت‌های اونها چه نکاتی دیدید؟ ببینید، من واقعا متاسفم. این خانواده صحبتهایی کردن که کاملا درست بوده. اونها اولی موردی که اشکال گرفتن راجع به صحنه جرم بوده و ایراد گرفتن که چرا صحنه پاکسازی شده، در حالی که طبق مقررات نباید به این صورت عمل صحنه پاکسازی می شده. مدارک فرزندان اونها تحویل نشده، موبایل های اونها تحویل نشده، کامپیوترشون تحویل نشده، فقط کارت شناسایی و پاسپورت سوخته به اونها دادن، و از طرفی در واقع شکایتی که کردن از سازمان هواپیمایی به دلیل نشر عکاسی، اون هم به طور غیرقانونی رد شده و گفتن که به مرور زمان برخورد کرده، در حالی که این حرف درست نیست. در واقع خواسته های این خانواده داشتن و سایر خانواده ها داشتن از دادگاه، مثل این که فرض بکنید که مکالماتی که رد و بدل شده، فیلم های فرودگاه، مکالماتی که بین سازمان های نظامی و ترافیک هوایی مطرح شده، و همچنین کامپیوتر ها، موبایل ها، همه اینها رو درخواست کردن که بهشون داده بشه. مکالمات جعبه سیاه هیچ کدوم به اینا داده نشده، در اختیارشون قرار نگرفته، در اختیار وکلاشون قرار نگرفته. گلگی داشتن که این پرونده به طور محرم مانه داره رسیدگی میشه، اطلاعاتی به اونها در واقع داده نمیشه. مجموعاً از حکمی که صادر شده ناراضی هستن و معتقدن که اطاله دادرسی صورت گرفته و دادگاه و دیوان عالی کشور پرونده اونها رو در واقع به عنوان یک پرونده مهمی که از نظر حیثیت در واقع یک پرونده حیثیتی از یک پرونده در سطح کشور در اولویت باید قرار داده بشه، در اولویت قرار داده نشده، و اینها در واقع ایراداتی هستش که این خانواده گرفتن و ایرادات به حقی هم هست. به حرفای آقای علیزاده برگردیم. آقای اولیای فرد، از گفته های او اینطور برمیاد که بعید از دادگاه لاهه نتیجه گرفته بشه، چون لاهه صلاحیت خودش در رسیدگی به پرونده رو اعلام نکرده. من 2 تا سوال دارم. یکی این که آیا فکر میکنید نهایتاً لاهه صلاحیت خودش رو اعلام بکنه؟ و دیگه این که اگر لاهه اعلام صلاحیت بکنه، پرونده چه ابعادی به خودش میگیره؟ ببینید، من با صحبت‌های آقای علیزاده با بخشیش موافقم، با بخشیشم مخالفم. دادگاه لاهه در این مورد صلاحیت داره و صلاحیتش هم اعلام خواهد کرد، و اگر صلاحیتش رو اعلام بکنه، اینجاست که من با آقای علیزاده موافقم که دادگاه لاهه معجزه‌ای نمیتونه بکنه غیر از اینکه در واقع بیاد و غرامت
تعیین بکنه، یعنی یک داوری تشکیل بشه برای غرامت. اون چیزی که خانواده دادخواه میخوان در واقع حقیقت ماجرا هست و حقیقت ماجرا از این پرونده در واقع نه در دادگاه لاهه بیرون میاد و نه در دادگاه ایران. من با نظر آقای علیزاده که میگه اگر در ایران رسیدگی درست بشه حقیقت پیدا میشه مخالفم. اگر این پرواز، زدن این پرواز امنیتی بوده، دستور از بالا بیاد، طبیعتا یک اقدام تروریستی بوده، یک اقدام جنایت علیه بشریت بوده که هیچگاه دادگاهی در ایران نمیاد اعلام بکنه که زدن این پرواز در واقع از پیش تعیین شده بوده و تروریستی بوده و جنایت علیه بشریت. بنابراین این حقیقت در دادگاه ایران محاله که روشن بشه، اما در دادگاه‌های خارج از ایران مشروط به این هستش که دادگاه‌های دیگری غیر از لاهه به این موضوع بپردازن. لاهه در واقع بحث داوری داره، بحث غرامت داره، بحث کیفری نداره. اما اگر پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح بشه یا پرونده در ایکائو مطرح بشه، سازمان هواپیمایی غیر نظامی که حوادث هواپیمایی رو بررسی میکنه، که تا حالا این دو مرحله‌ای که گفتم وارد رسیدگی جدی نشدن، اگر در این دو مرحله این دو مرجع مطرح بشه، بله امکان داره که موضوع نزدیک بشه به خواسته دادخواهان که البته تلاششون رو میکنن. یک پرونده جنایی هم در اوکراین تشکیل شده که البته تقاضا کردن دادخواهان که کانادا هم به این پرونده جنایی بپیونده، که هنوز کانادا این کارو انجام نداده. مجموعاً دادخواندن تلاشش رو میکنن، هرچند که موضوع حتی در دادگاه لاهه هم مطرح بشه اهمیت داره، اما مهم هستش که در دادگاه کیفری بین‌المللی و ایکائو هم مطرح بشه. بسیار سپاسگزارم از شما محمد اولیای فرد، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو، کانادا. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.